وقتی قصه نوشتم کار مهمی نکردم، به خاطر اینکه باورم این هست که این 50 سالی که من زندگی کردم تا الان و دیدم و با چشم باز تعقیب کردم و خواستم که بنویسم و گزارشش بکنم به شکل‌های مختلف، این 50 سال عجیبی است در تاریخ تولد انسان روی زمین. هیچ وقت انسان به اندازه این 50 سال در 50 سال رشد نکرد، هیچ وقت انقدر تغییر نکرد. در زمان ما، در زمانی که من کودک بودم، یک تصوری از دنیا و ما و ارتباط ما با دنیا وجود داشت که اون تصور الان بیش از 90% از بین رفته. در اون دنیای تخیلی ما، برای رسوندن یک پیغام عاشقانه باید از یک محله دیگه سفر میکردیم، گاهی با درشکه، گاهی با تاکسی، و در پشت یک کوچه های دراز راه میرفتیم تا ساعت ها تا یک وسیله‌ای پیدا کنیم به کسی که قرار بود پیام ما رو بشنوه، یه پیغامی نوشته در داخل یک پاکتی رها شده در پشت کتابی پنهان شده بهش برسونیم. الان خب به فاصله چند ثانیه با وسایل ارتباط جمعی این کار ممکن شده. در قصه هایی که در اون زمان نوشته میشد، تصور این که جهان بدون پست، بدون کتاب میتونه از یه وسیله دیگه ای استفاده کنه، ارتباط داشته باشه، کتاب رو بخونه بدون اینکه کتاب حجم کاغذی در دستش باشه، غیر ممکن بود. تصور این که جام جهان نمایی در دست باشه که بتونه در یه لحظه طرف دیگه کره زمین رو هم نشون بده، جزء محال‌ها بود. و من و کسایی مثل من در نوجوانی خودشون با این محالات بزرگ شدند. وقتی رسیدیم به این دوران، معلوم شد خب زندگی خیلی مهمی گذشته، یک تغییر سریعی در مقابل ما اتفاق افتاده که نسل‌های پیش گاهی اوقات قرن‌ها طول کشید تا هر کدوم از این گام‌ها رو کوچکتر از این بردارن. بنابراین این سرعت دیگرگونی و سرعت عوض شدن صحنه ها ممکنه که در ظاهر دشوار باشه تحملش و ادارش، ولی برای کسی قصه می نویسه، کسی گزارش می نویسه، حادثه خوبی هم بود.